تلاش تروریستان بر افزایش تقابل مذهبی در افغانستان. گروه داعش روز گذشته بار دیگر بر مسجد شیعیان در شهر کابل حمله کردند. در این رویداد ده‌ها نمازگزار به شمول اطفال و زنان کشته و زخمی شدند. حکومت میگوید که این حملات به خاطر ایجاد تفرقه مذهبی انجام می شود. پیش از این نیز بارها گروه داعش بر مساجد شیعه ها در افغانستان حملات مشابه را انجام داده بودند. حکومت افغانستان حمله دیروز را نکوهش کرده است. اما آیا تروریستان موفق به ایجاد تفرقه مذهبی در افغانستان خواهد شد؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانانم آقایان امین الله شارق، آگاه مسائل سیاسی، و آقای محمد سالم حسنی، استاد دانشگاه. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. حالا آقای حسنی، مساجد و اماکن مقدسه در دین اسلام از جایگاه خاص برخوردار هستند و حتی در زمانی که جنگ هم می باشن مسلمان ها به اماکن مقدسه و مساجد پناه می بردن و حالا هم پناه می برن و در اون جاها در امان هستند. حالا فکر می کنید دشمن با کدام روی کرد وارد جنگ شده و برای چی این قوانین اسلام را نقض می کنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت جناب شارق سید، سلام عزیز ما، همکاران تکنیکی شما و همچنین از طریق برنامه سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان بزرگواری که برنامه را در جای جهان تماشا میکنند. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت تعداد زیادی از هموطنهای ما در فاجعه المناک دیروز در مسجد امام زمان در قلعه نجارای خیرخانه، و آرزوی شفای عاجل داریم برای زخمی های حادثه و صبر و اجر جمیل از خداوند متعال می خواهیم برای مصیبت دیدگان این حادثه و در حقیقت همه مردم افغانستان که در این مصیبت سوگوار هستند و غمگین هستند. بحث حمله بر اماکن مقدسه و اماکن دینی در تاریخ افراطیت، در تاریخ سلفیت، در تاریخ گروه های تکفیری سابقه دیری نداره. شما میبینین که بر اساس همین تفکرات تکفیری در خود عربستان بسیاری از اماکن مذهبی در ابتدای شکل گیری حکومت آل سعود نابود شد و توسط همینا در سایر بلاد اسلامی چه جنایت هایی که انجام نگرفت و چه خشونت هایی که نا انجام ندادن و چه قباحت ها و کشتار هایی که نا انجام ندادن. کلا تفکر تکفیری یک تفکر افراطی هست که فقط خودش را مسلمان میدونه و بقیه فرق اسلامی را با اینی که فتوای همه علمای اسلامی، احادیث شریف و آیات قرآن کریم مشیر به اینه که هر کسی که بگوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اینها خونشان حرمت داره، ریختن خونشان حرمت داره، تعرض به مالشان جایز نیست، بردن آبرویشان جایز نیست، اصلا تعرض به هر مسلمان، به هیچ مسلمانی، بلکه به هیچ انسانی جایز نیست بدون موجب شرعی. حالا واقعا این حملات هم با همین روی کرد انجام میشه در شهر کابل و در ولایت دیگه؟ در تنها افغانستان نیست، در جهان اسلام امروز ماشین تکفیر و صنعت تکفیر به عنوان یکی از پرکاربردترین سلاح علیه تمدن اسلامی به کار برده میشه. میدونین که اسلام به عنوان یک دین تمدن ساز در جهان از خودش جایگاهی داشت و جایگاهی داره. مسلمانان از طول تاریخ، از صدر اسلام تا به حالا، دارای دستاوردهای عظیم تمدنی بوده، کتابخانه هایی که در تاریخ اسلام بوده. در مجموع او تفکری که در جهان تمدن اسلامی را به عنوان یک تمدن رقیب میپنداره و به عنوان یک تمدنی که او خطر است برای تمدن آنها، گروه های تکفیری را با توجه به قرائت های افراطی در جهان اسلام تقویت میکنن. ما در اینجا دو تا زاویه داره بحثیم، یکیش زاویه درونی و یک زاویه بیرونی. زاویه درونی این است که متاسفانه در میان جهان اسلام قرائت تکفیری و قرائت افراطی وجود داره، از صدر اسلام به وجود داشت تا حالا هم وجود داره. در صدر اسلام گروهی به نام خوارج ظهور کرد و خوارج آمد شمشیر کشید علیه خلیفه مسلمین، علیه مسلمانان، و مسلمانان را اعم از خلیفه و مخالفین خلیفه کشت و شمشیر کشید برای آنها.
خب این قرائت تکفیری در بیان مسلمانان متاسفانه وجود داشته از دیرباز و حالا هم وجود داره. این بحث درونی ما. مسئله دیگری که در بازن در بحث درونی ما مهم است و باید به توجه بکنیم، رقابت‌های کشورهای اسلامی به هم دیگه است که کشورهای اسلامی در رقابت‌های منطقه‌ای که با هم دارن از قرائت‌های تکفیری، از گروه‌های تکفیری، از گروه‌های افراطی و خشونت طلب استفاده می‌کنن برای حمله بر مواضع هم دیگه. شما در سوریه می‌بینید امروزه کشورهای مسلمان با هم دیگه می‌جنگن، در یمن کشورهای مسلمان با هم دیگه می جنگن، در بحرین کشورهای مسلمان با هم دیگه می جنگن، در افغانستان کشورهای مسلمان با هم دیگه می جنگن و کشورهای مسلمان هستند که علیه هم دیگه توطئه ریزی میکنن و جنگ های نیابتی رو در وطن ما و در جای جای جهان اسلام راه انداختن. ای از بعد درونی است، بعد درونی. از بعد بیرونی گفتم او فرهنگ رقیب، او تمدن رقیب که اسلام به عنوان یک تمدن رقیب خود میپنداره، از این پتانسیل افراطگرایی در جهان اسلام استفاده میکنه و مسلمان ها را به جان همدیگه میندازه. امروز شما در جهان اسلام در هر جایی که جنگ است جز مسلمان کسی دیگه کشته نمیشه. شما نمیتونی بگی داعش یا مسلمان نیست، بالاخره اونا کلمه میخونه. نمیتونی بگی طالب مسلمان نیست، کلمه میخونه. نمیتونه بگه الاقل قاعده مسلمان نیست، کلمه میخونه. نمیتونه بگه لشکر بشار الاسد مسلمان نیست، کلمه میخونه. نمیتونه بگه یمنی ها گروه های مختلف شان مسلمان هستن. در واقع اینها خود برای دین یک چالش هستن و اینها دین را منبع میسازن. ما در دو سطح گپ بزنیم، یک سطح عقیده، یک سطح عمل کرد. در سطح عقیده ما فعلا این صلاحیت نداریم که هیچ یکی از گروه ها را بگه مسلمان نیست. ممنونتون. همه اینا مسلمان ها. اما در عمل کرد، در عمل کرد به خاطر قرائت های وارونه از اسلام، به خاطر قرائت های افراطی از اسلام کار میکنه که عملا به ذلت جهان اسلام ختم میشه. چگونه به ذلت جهان اسلام ختم میشه؟ در فرصت بعدی سپاسگزارم. آقای شارق، حالا بحث چگونگی این حملات هم مطرح هست. حالا این بار نخست نیست که بالای تکایا و مساجد شیعیان در شهر کابل و ولایت های دیگه افغانستان حملات صورت میگیره. در گذشته هم بارها این گونه حملات صورت گرفته. چرا حکومت نمیتونه تامین امنیت بکنه حداقل اماکن مقدسه را؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پروتکل تست حسین سپتا و طول لیدون کاردون کتا زبد طول تر مخه نور تسلیت او تسلیت و جنت فردوس و نوایم دکه جنت فردوس خدای پاک چې څنګه وعده کړی ده ان شاء الله چې پرونی قربانان ته خامه خبر کول کیږي زبه فقط دومره وایم چې لعنت دی وی د پرونی پیخه په عاملینو باندې او د پرونی پیخه په شان په ټولو عاملینو باندې چې چا دغه پیخه په لار اچولې او 400 همت هم راست کړی ده لعنت دی وی تاسی وګورئ چې متاسفانه په افغانستان کې کم جنگ جګړه چې د دین مذهب او یا د استقلال او د ازادۍ د عنوان د لاندې نه د څلوېښت کلونه زیات وخت کیږي چې شروع شوې ده او یو وخت نه بل وخت دا جګړه په تاسف سره پیچلی کیږي، نور ابعاد پیدا کوي او زبه وایم چې بدمرغه کیږي. ولی کله انسان په دغه د پرونی حمله کې نوی ابعاد نسته. زه وایم اوس تیر ځل هم دا رقم حملات سی و په هرات کې سی و په کابل کې څو ځله سی و اوس د حکومت دند او مسؤلیت د چې باید د دې مخنیوي وکړي. ولی ناکام ده. رازم دیتا د انسان دښمنه او د اسلام دښمنه انسانانو دغه سي عملیات تر سره کوي. بدمرغی په دې کې د زتوم چې دی وینه بلې حادثه دردون کده د غیب خاطر باندې زما خو په یاد دي دوه درې کال وړاندې تاسو چې په ننګرهار کې کابل بانګ باندې یو حمله وشو دا تنها د اهل تشیع یا د شیعانو په مساجد او په مکان نه ده متاسفانه تاسو ولې چې په ننګرهار کې فرق کوي خغله شو اوس راځم ته د خبر درته په ننګرهار کې ګوري تاسو چې کله الته تجمع او ملکی خلکو د ملکی بانک سره خپل راکړه ورکړه ولا ماشوم خزه په چادری کې په مربی باندې وشتل کېدل په مخامخ باندې دا هغه نهایت ترين فاجعه حالت دی. بیا تاسو اماکن ته ورشئ، بیا په لاخره راشئ پرونی په حادثې ته بدمرغه حادثې ته چې دلته د ماشومان د خپل میندو سره د عبادت ته تللي وو چې هلته عبادت ترسره کړي دغسې خو نړۍ پېښ را به ویده کېږي. راځو دلته چې یوې بلې جملې ته مې تاسو په هغه اول کې خبره وکړله
دشمن بدون شک تلاش کوي په دې څلوېښت کلو تلاش کړی چې زموږ قومونه مابین کې سره واچوي مذهبونه هم سره په تاوان کې واچوي یوې وخت نه بل وخت بیا جګړه پیچلې کړي او دا کې په دې وروستیو کې واقعا چې هغه اهداف چې دوی په نښه کړي غواړي چې دلته یو مشکل له مابین ته کې خو د افغانستان خلک دې مطمئن اوسي انشاءالله چې دا تفرقه لکه په نورو هېوادونو کې را مابین ته کړې ده دشمن به غخمتوونکی جواب په دې خپل هدف کې واخلي دا تفرقه نه شي جاده بلې اوس دغه خبره شارق تنه ویل کېږي چې دښمن به غخمتوونکی جواب واخلي ولسمشر وایي چې دوی په د جګړې په میدان کې دوی ناکامه سوي دغه رقم اقدامات کوي ولې دا تازه مورد نه ده ډېر ځله سوي بالاخره باید حکومت د یوې نه یوې پیښې نه پند واخلي او مخنیوی وکړي داسې زما د غخمتوونکي جواب نه خبره دا وه چې تلاش دوی کوي چې د قومونو مذهبونو پیروانو په مابین کې به اتفاقی را ما بین ته کی تقابل ته بوزی خو دوی د مطمئن اوسې چې دلته دا تقابل ته ان شاء الله نشوړل بله هغه پیوان چې دلته شول اما رازو دلته ولی حکومت د دې توان نه لري چې د پیښو مخنیوي رازو دلته دا هغه تروریستي پیښې دي چې متاسفانه چې په نورو هیوادونو کې د نړۍ په سترو هیوادونو کې چې ډېر امکانات لري هلته هم دا را ما بین ته کی به ستا په هیواد کې ګوري چې څلوېښت کاله نه درې څلوېښت کاله کې د جنگ بستر پروت دی دلته نیابتي جګړه روانه ده دلته د ډیرو ملکونو استخبارات په شکل د اشکالو په جنگ کې څوک په علني ډول باندې او څوک په مخفي ډول باندې په جنگ کې دخیل دي د افغانستان دولت تاسو ګورئ چې په دې پنځلس شپاړس کالو کې په نوي شکل باندې بڼه باندې جوړېدل او د هغې توانمندي بدون د شکه چې ضعیفه ده یعنی دې ونشو کولی چې د دغسې پیښو نه جلوګیري وکړي همدا دا نه ده چې پیښ وی نشو کولی ځکه تاسې اخبار اورئ تاسې خبرونه اورئ تاسې د امنیتي ارګانونو اطلاعیې تاسې ته راځي اورئ ډېرو پیښو نه په اصطلاح به جلوګیري کېږي یوه نیمه دغسې بدمرغه پیښه چې دښمن په دې باندې کامیابیږي او د دښمن د سپیخ را مبین ډېره زیاته مننه ادامه بحث را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید با ادامه برنامه خوش آمدین آقای حسنی حالا حمله که دیروز شد به همین گونه حملات زیاد در گذشته هم رخ داده قسمی که آقای شارق اشاره کردن از ولایت ننگرهار شروع به همین گونه در کابل در ولایت هرات در ولایت مزار شریف در قول اردو اونجا این گونه حملات خیلی زیاد شده و بارها همچوب حادثه‌ای شده و صدها هموطن ما کشته و زخمی شدند. حالا حرفی که اینجا مطرح است و مردم بیشتر به این انتقاد دارند این است که علمای دینی در افغانستان از یک موازی صحبت نمی کنند. حالا یک تعداد اگر میان این گونه یک تعداد خیلی کوچک اگر میان این گونه حملات را نکوهش میکنن در پلویش یک تعداد علمای بسیار که تعدادشان بسیار زیاد است خاموش هستند و حتی یک تعداد میان طرفداری میکنن از این گونه حملات چرا این گونه است ببینین جناب شارق صاحب به نکته خوبی اشاره کرد و ما هم در صحبت‌های زیاد خود در رسانه‌های ایران گفتیم که هدف گروه های تروریستی تمام مردم افغانستانه تارگتش تمام مردم افغانستانه اینه که ما بیاییم حمله بر یک مذهب خاص بولد و برجسته بکنیم خیلی ما در حقیقت به هدف دشمن کمک میکنیم و در جنگ روانی آب به آسیاب همونا در حقیقت میرزانیم ببینین زمانی که چند سال پیش در میمنه در مسجد حمله کرد و در روز عید سعید اضحی مسلمانان را شهید که در اونجا شیعه نبود یا همین چند روز پیش در هلمند و چند ماه قبلش بازم در هلمند زمانی که حمله کرد اونجا اهل تشیع کسی نبود یا مثلا در قلعه اردوی مزار یا در جلال آباد یا در خوست جاهای مختلف دیگر من میخوام عرض بکنم که یا در چهارراه زنبق مگر شیعه بود اینجا تنها اگر شیعه بود اینجا همه اقوام بود ما به این منظور میرسیم که تارگت دشمن همه مردم افغانستانه هم مردم بله. افغانستان اینجا انتقاد مردم هم همیه است که چرا علما از یک موضوع صحبت نمی‌کنند برابر اینها اولا تارگت همه مردم افغانستانه بله. و تارگت بعدی همه افغانستان در مجموعه که زیربناهای افغانستان رو نابود بکنه و تخریب بکنه شما ببینید چند تا بندی که افغانستان ساخته هر روز سری بندا تعرضی که چطور بتونه به سبب اینا رو نابود بکنه و راه‌های مواصلاتی زیربناهای اقتصادی و همه مسائلی که واقعا انسان رو به این نکته هر انسان هوشیار رو به این نکته میرسونه که دشمن همه مردم افغانستانه اما
در خصوص حمله بر اماکن مذهبی این مسائل دشمن میخواد که این تفرقه را ایجاد بکنه، میخواد این سوال ایجاد شود که چرا فقط بر شیعه حمله میشه مگر بر اهل سنت حمله نشده؟ مگر بله، آقای حسینی حسنی، حالا خب اگر برسیم به بحث علما، اگر برسیم به بحث علما، ببینین علما متاسفانه این رو باید به عنوان خودم که یکی از طلبه های علوم دینی هستم و چند کتابی را در علوم دین خواندیم و سالها عمر خدا در این باره صرف کردیم، میخوایم به این نکته بگویم که متاسفانه در بیان علما یک انسجام وجود نداره، به خاطر که یک تفکر مستقل در بین علما در کشور شکل نگرفته. بذار من رو به عنوان یک مطلب تاسف بار عرض بکنم. شما در پاکستان، خب من صحبت نمی کنم دیگه، شما بله بفرمایید، چون فرصت تمام است باید به آقای شارق هم فرصت داده بله. شود. شما ببینید در پاکستان هیچ عالم پاکستانی علیه منافع ملی خودش فتوا نمیده. یک ملای ترکی با تمام فجایعی که در ترکیه صورت میگیره، یک ملای ترکی علیه منافع ملی خود فتوا نمیده. یک ایرانی هیچ وقت علیه منافع ملی خود فتوا نمیده. ایرانی ها رو تمام جان ملاهای دیگه در دیگه کشورها، ایران و پاکستان، ترکیه، کی همه اینا رو که بسنجی مخالف منافع ملی خود فتوا. اما در افغانستان ما به جای این که به منافع ملی خود بیندشیم، به فکر اینا هستیم، به خاطر که ما از لحاظ فکری وابسته هستیم، هم از لحاظ اقتصادی مدارس دینی ما وابسته است، حوزات علمی ما وابسته است. خیلی از مسائل وقتی که اینا از لحاظ فکری، از لحاظ امکاناتی و از لحاظ حتی مواد درسی وابسته است، هیچ وقت تفکر ملی در سطح ملی و انسجام ملی که باید شکل بگیره، در قضایای ملی باید دخالت بکنه، اینا واکنش نشان نمیده. اما اگر آمد یک هنرپیشه یک جای کنسرت گرفت، بعضی اینا خونشون به جوش میاد و دین در خطر میبینه و میاد به حساب الا تحریم و فلان چیز محرم است. اگر این تفکر تحریمی در جامعه جلویش گرفته نشه و این تفکر تحریمی گسترش پیدا بکنه در جامعه و حاکم شوه، ما اینا به طور قطع به شما میگم که فردا نوعی سلفه مردم اینا تعیین میکنه که برای اگر فلان قسم سلفه کردین حلال است، اگر فلان قسم سلفه کردین حرام است. ممنونتون آقای شارق. حالا بحث دیگه ای که مطرح است موضوع مکافات و مجازات است. حالا دیروز حداقل 100 نفر در این رویداد کشته شده و به همین قسم شاید بالاتر از 100 نفر هم مجروح شده باشد، ولی حالا حکومت هیچ کسر مجازات نمیکنه ای که چگونه این توریستان وارد کابل شدند و چگونه تا خیرخانه کابل رسیدند و اینجا یک چنین حمله را انجام دادند. چرا اقدام نمیشه؟ چرا مکافات و مجازات اصلش وجود نداره در حکومت افغانستان؟ تاسو ګورئ چې په یو حد کې مکافات او د مجازات حد په اصطلاح موجود دی، زمون په قوانینو کې، زمون په اصولو کې، زمون په طرز عملونو کې، د مختلفو اداراتو لپاره په خاص ډول باندې د امنیتي ځواکونو په برخه کې تاسو وګورئ چې په دې وروستیو کې څومره مکافات او مجازات هم مثلا اوس خغله اشاره کړه سو د پرونی پیخې ته اشاره وکړو. اوس پرون په دغه جمعات کې حداقل 200 تر 200 پاس خلکو دلته لمونځ کاوه، ولی د دوی د امنیت لپاره یو کس سرباز ته انسان یو کس سرباز دلته حضور لري. زه وایم چې یو بم باید نه وای، یو چاته انکړی ولته د دغه سي د دینی او په خاص ډول باندې زمونږ مساجد چې هغه زمونږ عبادتګاوې دي یا تکی خانه او مساجد دي هلته سرباز ته څه ضرورت؟ ولی اوس وضعیت دغه رقم راغلی، هلته اوس ما دین ماتوي چې دا حرام دی. دغه رقم راغلی چې تروریستان حتی په مساجدو کې هم حمله کوي، اوس د حکومت داسې باید تدابیر ولري د دوی مخنیوي لپاره. ګورې تدابیر تاسو ته به ووایم چې د دغه تدابیرو سره جومات په خوله کې یو څوک ولاړي، د هغې د تدابیرو سره قطعا موافق نه یم. هغه په دې خاطر باندې دغه 200 نفر منځګزاران چې داخل ته وتي، آیا دا 200 چا تلاش کړي دي؟ آیا دا 200 چا کنټرول کړي دي؟ او که دا تلاشي مو سبا شروع کړه، تاسو فکر کوئ چې بیا به څه حالت را مابین ته کیږي؟ څه بل کیږي؟ مهمه خبر دا ده چې موږ به دښمن په نطفه کې په اصطلاح د مابین نویسو. دښمن چې چیرته تمویل کیږي، تجهیز کیږي، چیرته تعلیم تربیه کیږي، د کوم ځای نه حرکت را کیږي، ځکه په دغه مسجد کې خو دا تعلیم تربیه شوی نه و، دا مسجد کې د درس نه و ورکړل شوی دته، دا مسجد کې ټول امکانات درته نه و برابر شوي، بلکې دی د یو ځای نه راغلی و. ستاس خبره باید په دغه ځای کې موږ دا مهار کړو، نه کله چې مسجد ته راننه نه وته، بیا د مسجد کې د مهارېدلو خو دوه درې ساعته بعد مهار کیږي، بیا خو چې خلک ووژل تر هلته ماته دې ګټه څه ده؟ مهمه خبر دا ده چې زموږ استخبارات، امنیتي ارګانونه، امنیتي او دفاعي ارګانه سره د دې چې غښتلي دي، په دغه لږ وخت او موده کې دوی وکولی شول چې د ډېرو پیښو نه په اصطلاح باندې جلوګیري وکړي، اما دا بسنده نه دي، دا کافي نه دي. په دې برخه کې باید ډېر زیات کار وشي تر څو پورې چې هغه اشخاص افراد لکه ما چې مخکې لعنت پې و
ورواسته ورته زما د دینه بل څه پوسټ نه پوره ازما امنیتی او دفاعي ارګونه په خاص ډول د استخباراتو برخه بد په دې باندې کار وکي چې آیا دغه دشمن د کوم ځنه حرکت کړي وو د کوم خلاونه استفاده کړی ده تر څو پورې په امنیتی برخه کې هغه خلاوی موږ د مابین ویسو خلاوی ډکی کو تر څو پاینده کې دشمن دغه استفاده ونه کړي. ډیره زیاته مننه، سپاسګزارم آقایان شارق و حسنی از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.